دوستان با یه ویدیو دیگه اومدیم ادامه کار رو بگیریم، بریم سراغ نکات طلایی سوال 7. میخوایم در رابطه با معادلات مثلثاتی صحبت کنیم. همچین معادلاتی رو میگیم معادلات مثلثاتی. نگاه کن، سینوس یو یه چند جمله میتونه باشه، حالا هرچی، 2x دو x به علاوه 1، هرچی، مهم نیست. سینوس یو مساوی سینوس آلفا، کوسینوس یو مساوی کوسینوس آلفا. نکته ای که باید به این بهش توجه بکنیم اینه که هر دو طرف باید یک شکل باشن. یعنی مثلا اگر سینوس یو مساوی کا شد، ببین سینوس چه زاویه ای میشه کا؟ مثلا سینوس آلفا شده کا، به جاش بذار سینوس آلفا. مثلا اگه بود یک دوم، سینوس 30 درجه یا پی ششم میشه یک دوم. مثلا اگه هم چیزی داشتیم، به جاش میذارم سینوس یو مساوی سینوس پی ششم. به همچین معادلاتی میگیم معادلات مثلثاتی. حالا چجوری حلش میکنیم؟ خوب توجه کن. برای حل معادلات مثلثاتی، اینو که بهتون گفتم، اینقدر ساده میکنیم تا دو طرفمون برابر بشه و بشه یکی از حالتهای بالا. حالا فرض میکنیم یکی از حالتهای بالا رو داریم. اگه سینوس یو مساوی سینوس آلفا بشه، میتونیم بگیم یو مساوی است با دو کاپی به اضافه آلفا. یو مساوی است با دو کاپی به اضافه پی منهای آلفا. هر جفتشو مینویسیم. گرفتی چی شد؟ پس دو تا جواب به دست میاریم. اگه کوسینوس یو بشه کوسینوس آلفا، یو مساوی دو کاپی مثبت منفی آلفا. یعنی یه بار مثبت، یه بار منفی. برای تانجانت و کوتانجانت هم به همین شکل. بیاییم پایین ببینیم داستان از چه قراره. این بالا فراموش نکن یک سری روابط مثلثاتی داشتیم. سینوس به توان دو آلفا علاوه کوسینوس به توان دو آلفا مساوی یک. ممکنه مثلا از این بخوایم استفاده کنیم، یا یک سری روابط دیگه هم محض اطمینان برات می‌نویسم که بلد باشی. مثلا ممکنه اینو ببینیم، سینوس آلفا ضرب کوسینوس آلفا رو ببینیم، یه دو کم داره تا به این تبدیل شه، میشه یک دوم سینوس دو آلفا. به جاش برم داریم یک دوم سینوس دو آلفا میذاریم، چون نمیتونیم در معادلات مثلثاتی هم سینوس هم کوسینوس رو با هم داشته باشیم. دیگه چی؟ اینم مهمه و از همه مهمترینه. خب بریم پایین. معادله مثلثاتیه، این عبارت رو حل کنید. بچه ها یه کوسینوس دارم یه سینوس، چیکارش کنم؟ میتونم یه حرکتی بزنم. این سینوس ایکس رو که نمیتونم تبدیلش کنم، ولی کوسینوس دو رو میتونم. همین الان بهت گفتم سینوس به توان دو ایکس به علاوه کوسینوس به توان 2x مساوی میشه با 1. کوسینوس 2 رو تنها کن، کوسینوس به توان 2x مساوی میشه با سینوس 2 رو ببر اونور، 1 منهای سینوس به توان 2x. از این استفاده میکنیم در این، دو برابره کوسینوس 2x مساوی سینوس x منهای 1. این معادله ای که باید حلش کنم. به جای کوسینوس 2 این عبارت رو میذارم، میشه دو برابر 1 منهای سینوس به توان 2x مساوی میشه با سینوس x منهای 1. 2 ضرب در 1 میشه 2، 2 ضرب در منفی سینوس 2 هم میشه منفی 2 برابر سینوس به توان 2x مساوی سینوس x منهای 1. همه رو ببر یه طرف، پیشنهاد بگم همه رو بری سمت راست، هیچ فرقی نمیکنه که این طرف بشه 0. پس میشه 2 برابر سینوس به توان 2x رفت اونور شد مثبت 2، منفی 2 رفت اونور شد مثبت 2. 2 برابر سینوس 2x به علاوه سینوس x همه چیز رفته سمت راست، 2 بره اونور میشه منفی 2 با منفی 1 جمع میشه میشه منفی 3. چه این ور مساوی صفر بذارم چه اون ور مساوی صفر بذارم، در هر صورت این عبارت مساوی صفر دیگه.
در اصل من همه رو فرستادم سمت راست، سمت چپم شد صفر، ولی دیگه حالا چه فرقی میکنه اون طرفو میذارم صفر دیگه، چه فرقی داره؟ در صورت برابر صفره. آقا یه خیلی شبیه معادله درجه دو شد. سینوس ایکس رو بگیر تی، بازنویسیش کن اینو، میشه دو تی دو به علاوه یه تی منهای سه مساوی صفر. اگر مجموع ضرایبت رو بلدی، یعنی بلدی معادل درجه دو حل کنی، یعنی مجموع ضرایب میشه صفر، یه ریشه هم میشه یک، یه ریشه هم میشه سی آوم. اما اگر بلد نیستی، دلتا رو یاد بگیر. دلتا مساوی بی به توان دو منهای چهار آ سی. بچه ها آ ضریب تی دوه، بی ضریب تیه، سی هم یه عدد ثابت است، پس میشه یک به توان دو منهای چهار برابره آ ضریب تی دوه دو در سی، میشه یک منفی در منفی مثبت، چهار دوتا هشتا، هشت تا هم بیست و چهار تا، چهار دوتا هشتا، هشت تا هم بیست و چهار تا. وقتی دلتای من بزرگتر از صفر میشه، اگر بلد نیستی برو پایه دهم معادل درجه دو رو ببین، یا پایه یازدهم برو ببین من چجوری حل میکنم. خلاصه شاید در حال حالا دلتا رو به دست آوردم، میذارمش تو این فرمول. منفی بی، بی من یکه، میشه منفی یک مثبت منفی رادیکال 25 بر روی دو برابر آ ضریب تی دوه. ادامهش اینجا می‌نویسم، میشه منفی یک مثبت منفی 5 رادیکال 25 میشه 5 بر روی 4. یه بار مثبت میگیرم یه بار منفی، یه بار مثبت بگیرمش میشه منفی یک به اضافه 5 تقسیم بر 4 میشه 4 4 روم یا همون یک، یه بارم منفی میگیرم میشه منفی یک منهای 5 تقسیم بر 4 میشه منفی 6 4 روم، یا سادهش کنم تقسیم بر 2 کنم صورت و مخرجو میشه منفی 3 2. خب اینا یکی دیگه. اما اینایی که به دست آوردم تی بود، سینوس ایکس رو برابر تی گرفتم، پس در واقع الان سینوس ایکس شده یک، سینوس ایکس شده منفی سه دوم. زرنگ باش، سینوس ایکس مقدارش بین منفی یک تا یکه، بین منفی یک تا یکه، از منفی یک نمیتونه کمتر باشه، از یک نمیتونه بیشتر باشه. سینوس ایکس بین منفی یک تا یکه. خب مرد مومن، منفی سه تقسیم بر دو میشه منفی یک و نیم، از منفی یک پایین تره، پس این غیر قابل قبوله، نمیشه مقدار سینوس من انقدر باشه، پس این به درد من نمیخوره. اینه که به درد من میخوره. گرفتی چی شد؟ اومدم اینو حلش کردم به این رسیدم. فهمیدی چی شد؟ خب جا نداریم، جا نداریم، مجبورم یه تیکه از اینا رو پاک کنم. از اونجایی که شما میتونید دسترسی دارید و میتونید ویدیو رو برگردونید عقب، پس مشکلی از نظر ما، از نظر شما نیست. سینوس ایکس مساوی یک شد. سینوس چه زاویه‌ای میشه یک؟ سینوس 90 درجه میتونه بشه یک، یعنی پی دوم. پس به جای یک میذارم سینوس پی دوم. ببینی همینا، سینوس یو مساوی سینوس آلفا، یادته که بعد میگفتیم یو مساوی دو کاپی به علاوه آلفا، یو مساوی دو کاپی به علاوه پی منهای آلفا. میگم همینه آقا، این همه آلفا هست، اینم یوه، در نتیجه
x مساوی همون u منه، x مساوی 2 کاپی به علاوه آلفا که همون پی دومه، x مساوی 2 کاپی به علاوه پی منهای آلفا که همون پی دومه. خب همینجا من یه چیزی بهت بگم، ببین پی منهای پی دوم شرایط خاصه توی این سوال اینجوریه، پی منهای پی دوم یا مخرج مشترک بگیری میشه همون پی دوم، پس یعنی عبارت پایین با عبارت بالا یکی میشه استثنا توی این سوال. پس من در کل فقط اینو دارم، دو کاپی به علاوه پی دوم، ولی در سوالات دیگه ممکنه متفاوت باشه و پایینی با بالایی اصلا فرق کنه. در کل شما وقتی به همچین چیزی رسیدی، اگر ایکست ضریب داشت طرف اینو تقسیم دونه به دونه عبارت ها رو تقسیم بر ضریب این میکنیم ایکس رو پیدا کنیم، مثلا بود دو ایکس دونه به دونه اینا با تقسیم بر دو میشدن که ضریب ایکس بپره. حالا چیکار میکنم؟ به کا مقدار میدم، کا عضو عدد صحیحه دیگه، به کا مقدار میدم، کا مساوی صفر، به جای کا بذارم صفر این میپره، ایکس میشه پی دوم. به کا بدم یک، میشه دو یکی دو تا دو پی به اضافه پی دوم، دو پی به اضافه پی دوم، مخرج مشترکم خودت بگیری میشه پنج پی دوم. محدودیت گذاشته بود برامون؟ نه، ممکنه اینجا محدودیت بذاره، مثلا بگه در بازه مثلا صفر تا دو پی یا منفی پی تا پی، اون وقت دونه بدون جوابهایی که اینجا به دست آوردی اونجا چک و ببین اون تو هست یا نیست، اگه نبود به دردم نمیخوره. کار بذار منفی یک میشه منفی دو پی به اضافه پی دوم، منفی سه پی دومی، همینجور ادامه داره. به کار میتونم مقدار بدم. خب این از معادلات مثلث بودی، بریم سراغ حد. من اینجا یه سری نکته برات آوردم که یکی از مهمتریناش اینه، وقتی در حد ایکس من در مخرج باشه و x به سمت بی نهایت میل بکنه، یعنی من به عبارت یک عدد غیر صفر داشته باشم تقسیم بر بی نهایت بشه، جواب به من صفر میده. یاد باشه انگار که یه سیبو دارم به بی نهایت قسمت تقسیمش بکنم، یا یه سیبو بین بی نهایت آدم دارم تقسیمش بکنم، به هر نقطه چقدر میرسه؟ تقریبا صفر دیگه، انگار هیچی به هیچ کس نمیرسه. این هم همینه. خب این از این. و اما قدر مطلق یا جزء صحیح دیدیم چی؟ اینجا فکرم جزء صحیح رو برات نذاشتم، جزء صحیح خود اضافه کن، جزء صحیح رو بذار من اینجا اضافه کنم بعد قدر مطلق رو میگم. بچه جزء صحیح x اگر x صحیح باشه، مثلا 2 3 4 5، جزء صحیح x همون x رو به من میده. اما اگر x بین کا و کای به علاوه یک باشه به من کا رو میده. منظور من چیه؟ مثلا جزء صحیح 2 میشه 2، جزء صحیح منفی 1 میشه منفی 1، ولی جزء صحیح 3 دوم که همون 1 و نیم هست بین 1 و 2 به سمت چپ گردش میکنه، به سمت کمتر میشه 1. جزء صحیح منفی 2.5 میشه منفی 3. گرفتی چی شد؟ اما قدر مطلق باشه چی؟ قدر مطلق بود تو ریشه قدر مطلق تو به دست بیار. ببین x به سمت چی داره میل میکنه؟ اگه از قدر از ریشه قدر مطلق بیشتر بود، پس داخل قدر مطلق تو مثبت میکنه. اگر از ریشه داخل قدر مطلق کمتر بود، داخل قدر مطلق تو داره منفی میکنه. قدر مطلق با مثبت و صفر کاری نداره، ولی وقتی داخلش منفی شد اجازه نمیده بره بیرون، در یه منفی ضربش میکنه، مثبتش میکنه میده بیرون. پس هر چیزی که منفی داخل قدر مطلق بود مثبتش میکنه میده بیرون. گرفتی چی شد؟ یه سوال با من کنیم، حدهای زیر رو محاسبه کنید. خوب نگاه کن، x داره به سمت چند میل میکنه؟ 2 منفی. تو صورت هم که 2 منفی رو بذارم مثلا نگاه ننگار میشه 2 بله به 1، کسی نمیخواد 2 منفی بذاری، 2 منفی یعنی از 2 یه ذره کمتر. ریشه این چیه؟ x منهای 2 رو مساوی 0 بذار ریشهش به دست بیاد.
از دو بیشتر بدم داخلش مثبت میشه، همون جوری میاد بیرون. از دو کمتر بدم داخلش منفی میشه، قرینش میکنه مثبت میده بیرون. از دو دارم کمتر میدم بهش، دو منفی یعنی یه ذره دو کمتر، پس داخلش منفی میشه. دو منهای دو میشه قدر مطلق صفر منفی، دو منهای دو میشه صفر. اما چه صفری؟ دارم کمتر از ریشه بهش میدم، داخل عبارتم گفتم منفی میشه، سی منفی بذاری جا. یا اصلا به جای دو منفی تو ذهنت یه عدد کوچیکتر دو در نظر بگیر، یک و نه دهم. یک و نه دهم منهای دو میشه منفی یک دهم، یه ذره از صفر پایین تر، صفر منفی. که به نظر من این روش اول بهتر بود. آقا قدر مطلق گول نخوری صفر منفی بذاری ها، قدر مطلق عدد منفی رو مثبت میکنه. عددم مثبته، تقسیم بر صفر مثبت میشد. نکتهشو قبلا بهت گفته بودم، تقسیم بر صفر مثبت شد چی میشد؟ مثبت رو مثبت، مثبت بی نهایت، مخرج صفر بود. بیایم سراغ اینه که آقا x داره به سمت بی نهایت میره، میشه 3 به علاوه 1 برای مثبت بی نهایت، 4 برای مثبت بی نهایت منهای 2. بچه ها مثبت بی نهایت این چی میشه؟ میشه 0. این چی میشه؟ این میشه 0، داره 4 رو به بی نهایت قسمت تقسیم میکنه. چی باقی میمونه؟ یه 3 یه منفی 2. پس میتونم بگم اینا خط میخورن میشن 0، 3 برای منفی 2 باقی میمونه. بچه ها این هم با این هیچ فرقی نمیکنه، با این هیچ فرقی نمیکنه. اینم بهتون محض اطمینان بگم، نگید نگفتی. بریم سراغ بحث مجانب. مجانب افقی چجوری به دست بیارم، مجانب قائم چجوری به دست بیارم. خلاصه شو بهت گفتم مجانب افقی رو میخوام به دست بیارم، کافیه که حد تابع افمو وقتی x به سمت بی نهایت میل میکنه به دستش، این میشه مجانب افقی. اما مجانب قائم رو چیکار کنم؟ ریشه های مخرج رو به دست میارم. تمام نشد ریشه های مخرج رو به دست میارم، اما اونهایی رو میپذیرم که صورت رو صفر نمی کنند. ستاره بزن، ریشه های مخرج به دستشون میارم، اونهایی به درد من میخورن که صورت رو صفر نمی کنند. بیاییم نکته میخوام بهت بگم قبل از اینکه بریم به سوال. در محاسبه حد وقتی x به سمت بی نهایت میل میکند، اگر درجه صورت و مخرج یکی باشد، درجه اصلا درجه صورت و درجه مخرج منظور چیه؟ یه چند جمله‌ای تو صورت دارم، درجهش میشه بیشترین توان متغیر. یعنی اصلا فرض کن تو چند جمله ایم x به توان 3 دارم، x به توان 2 دارم، x به توان 1 دارم، x به توان 3 بیشترین توانو داره، پس درجه اون عبارت میشه 3. مخرجم هم اگر درجهش بشه 3 یعنی با هم برابرن درجه هاشون، درجه صورت با درجه مخرج برابر باشه. اگر این اتفاق افتاد، اونی که بیشترین توان رو داره از صورت بر روی، اونی که بیشترین توان از مخرج رو داره. یعنی چی؟ مثلا آقا لیمیت 2x به توان 2 2x به توان 3 منهای 4x 2 به اضافه 3 بر روی 6x به توان 3 به علاوه 2x منهای 5، x داره به سمت بی نهایت میل میکنه. وقتی داره به سمت بی نهایت میل میکنه، درجه ها رو نگاه کن، درجه صورت و درجه مخرج برابره، بیشترین توان در هر دو 3 هست. جواب من میشه 2x به توان 3، بقیه رو حذف میکنم بر روی 6x به توان 3، چون انقدر مقدار این دوتا نسبت به بقیه زیاد میشه که میتونم از اونها صرف نظر کنم.
ایکسه برای ایکسه میپره، دو شیشم یا یک سوم میمونه. این مثال همین الان خودم زدم. حالا اگر درجه صورت بزرگتر بود چی؟ جواب میشه بی نهایت. اگر درجه مخرج بزرگتر بود چی؟ حتی اگر یه واحد بیشتر بود، اون وقت جواب میشه صفر. مجانبهای قائم و افقی نمودار تابع فکس رو در صورت وجود پیدا کنید. بریم سراغ افقی. لیمیت یک منهای 2x2 بر روی x2 منهای 1 x به سمت بی نهایت. بچه x داره به سمت بی نهایت میل میکنه. درجه صورت و مخرج یکیه؟ بله، هم درجه صورت 2 هم درجه مخرج 2. چی کار میکنم؟ بیشترین توان صورت با بیشترین توان مخرج برمیدارم، از این منفی 2x به توان 2 رو برمیدارم، از اینم x به توان 2 رو. این دوتا ساده میشن، چی میمونه؟ منفی 2 میمونه. این جواب لیمیت منه. لیمیت در مورد x نبود، در مورد خروجی یا y ها بود، محدوده y ها رو مشخص میکرد. پس در نتیجه y مساوی منفی 2 یک مجانبه افقی است. بریم سراغ مجانب قائم. ریشه های مخرج رو باید به دست بیارم. x به توان 2 منهای 1 رو مساوی 0 میذارم. x به توان 2 مساوی 1 میشه، منفی 1 رو بردم اونور شد مثبت 1. از طرفین جذر میگیرم، وقتی ازشون جذر میگیرم x من میشه مثبت منفی 1. در واقع اینجوری بگم یک هم میشه مثبت 1، یک هم میشه منفی 1. چرا؟ چون هم مثبت 1 به توان 2 میشه 1، هم منفی 1 به توان 2 میشه 1. وقتی دارم ازش جذب میگم میگم کدومه که، پس شفتش رو مینویسم. حالا نگاه کن، بهت گفتم، نکته گفتم، گفتم ستاره بزن. ریشه های مخرج رو که به دست آوردی کدومش قابل قبوله؟ چک کن ببین صورتتو صفر نکنه. یک رو میذارم اینجا، یک رو بذارم اینجا میشه یک منهای دو برابر یک به توان دو. صورت رو فقط بررسی کن، یک منهای دو منفی یک. پس این قبوله. بریم سراغ منفی یک. منفی یک به توان یک منهای دو برابر منفی یک به توان دو. منفی یک به توان دو که میشه همون مثبت یک، ضرب در منفی دو میشه منفی دو یک، همونی که منهای دو میشه. پس این هم قبوله. پس x مساوی یک و x مساوی منفی یک مجانب های قائم هستند. ممکن بود صورت منو صفر کنه، اونی که صورت رو صفر میکرد رو در نظر نمیگرفتم، میگفتم غیر قابل قبول. گرفتی چی شد؟ نماز. این خیلی ساده است، واقعا ساده است، خیلی راحت میتونی نمره خوب بگیری. خب آقا شیب خط مماس در یک نقطه چیه؟ کافیه که مثلا میخوام در نقطه x مساوی a شیب خط مماس رو به دست بیارم، مشتق تابم رو به دست بیارم، ضابطش و f پریم x و x مساوی a رو به عنوان ورودی بهش بدم. مقداری که بهم میده اندازه شیب خط مماس تو همون نقطه a هست. حالا اگر معادله خط مماس رو از من خواست چی کار کنم؟ نقطه مورد نظر رو دارم، کافیه بیام شیب خط مماس که m هست رو از فوش طرف دست رو بردم جایگذاری کنم، نقطه هم که روی خط دارم رو جایگذاری کنم، این تو مقدار بی در بیاد. بریم یه دونه مثال حل کنیم. اینجوری نمیشه، باید با مثال بهت بگم. معادله خط مماس بر منحنی تابع، دوستان این درجهش 3 هست و x به توان 3 منهای 2x را در نقطه A به دست آورید. خب حواسا به من، اول ببینم این نقطه چیه، عرضشو ندارم، فقط نوشتم f1. خب معلومه f1 دیگه، طولش یک، پس عرضش بشه f1. اما ببینم f1 چقدره. به جای x هم در تابع یک میذارم، یک به توان 3 منهای 2x.
یک منهای دو منفی یک. پس نقطه آی من یک و منفی یک خواهد بود. آقا اینم از این دورش قرط میکشم که حواسم بهش باشه. معادله خط مماس بر منحنی رو میخوام بنویسم، نیاز به شیب دارم برای معادله خط. شیب خط مماس من چیه؟ مشتق تابه. حواس اینجا، اف پریم ایکس رو به دست بیار. ایکس به توان 3 مشتقش میشه 3x2، مشتق منفی 2x هم میشه منفی 2. مشتق رو به دست آوردم. در واقع اف پریم ایکس در هر نقطه شیب خط مماس رو به من میده. من در کدوم نقطه میخوام بنویسم؟ نقطه آ. طولش 1، پس اف پریم 1 رو به دست میارم، میشه 3 برابر 1 به توان 2 منهای 2. 3 1 3 تا منهای 2 شه 1. پس ام شیب خط مماس مساوی هست با افریم 1 یا همون. اینم از این. برو سراغ معادله خط. ایگرگ مساوی ام ایکس به علاوه بی یا آی ایکس به علاوه بی، هرچی که دوست داری. این فرمشه. ام من چقدر شد؟ 1 شد. پس میشه ایگرگ مساوی 1x به علاوه بی یا همون x به علاوه بی. الان بی رو چجوری پیدا کنم؟ بی مجهوله. نقطه آ رو جایگذاری کن. 1 و منفی 1. طولش رو به جای x بذار، ارزش رو به 1 رو به جای x داشت بذار، منفی 1 هم به جای ارزش بذار، یعنی همون ایگرگ. میشه منفی 1 مساویه، به جای ایکسش هم بذارم 1 به علاوه یه بی. 1 بیاد اینور میشه منفی 1 با این منفی 1 جمع میشه، پس بی من میشه منفی 2. ایگرگ من میشه ایکس منهای 2. معادله خط مماس در x مساوی 1 یا در نقطه آ. خیلی ساده بود، خداییش خیلی ساده بود. بیایم سراغ سوال بعدی. نکته: در نقطه از یک منحنی که شیب برابر صفر باشه، مشتق تابم صفره. آقا نگاه کن ببین کدوم نقطه، کدوم تیک از نمودار شیبت صفره. معمولا نمودار به این شکل که میشه، اینجا شیب صفره، اینجوری هم که میشه اینجا شیب صفره. این از این. فقط البته این فقط اضافیه. گوشه ای در یک منحنی نقطه ایه که در آن مشتق راست و چپ برابر نباشه، به این صورت باشه مثلا، یا به این صورت باشه. ببین مشتق چپ و راست با هم برابر نیست. در واقع اگه اینجا نقطه x مساوی a باشه، مشتق a منفی من یه ذره اینورتر من اینجوری میشه شیبش، ولی a مثبت من اینجوری میشه، با هم برابر نیستن. بریم سراغ سوال. سوال چی خواسته هستن؟ با توجه به نمودار f به سوالات پاسخ بدید. الف: طول نقطه‌ای که مشتق در آن صفره. بهت گفتم کجا مشتق صفره. ایناش. نقطه B. طول نقطه گوشه ای رو بنویس. بهت گفتم کجا گوشه است. نقطه T. طول نقطه‌ای که در آن مقدار تابه و شیب خط هر دو منفی هست. خب مقادیر تابه کجا منفیه؟ این تیکه از اینجا تا اینجا زیر محور ایکس هست، ایگرگ های منفی داره. کدوم شیبش منفیه؟ شیب این منفی نزولیه دیگه. نقطه ای رو در اون بازه به هم بگو. سی x مساوی c یه نقطه است که در اون نقطه تابه و شیب خط اون هر دو منفی هست. شیب خط ما اینجوریه دیگه. پس نقطه d رو میتونم در نظر بگیرم. خب
ببین احتمالش زیاده از این سوال، از این نکته سوال بیاد دوباره، احتمالش زیاده. و در خرداد 1400 هم رشته ریاضی فیزیک از این اومد، هم رشته تجربی از این سوال داد، یکم فقط عددش رو عوض کرد. خب چی داره میگه؟ ببین اگه مدل مکان زمان به داد بر حسب x مکان رو داشت نشون میداد یا ارتفاعش رو داشت نشون میداد، یعنی تو زمان رو بهش میدی تی و ورودی تی، تو زمان رو بهش میدی ارتفاع رو بهت میده یا مکان رو بهت میده طول نقطه رو بهت میده، اگر اینطوری بود و سرعت متوسط رو ازت خواست، خیلی خوب حواست باشه. سرعت متوسط یعنی دلتا x به دلتا تی، اینجا برات نوشتم، یعنی x2 منهای x1 برای تی دو منهای تی. حالا اینجا معادل مکان زمان من حالت ارتفاع داره، در هر لحظه داره ارتفاع رو برای من مشخص میکنه، ایراد نداره، یه تابست به اسم h دیگه بر حسب تی، هیچ ایرادی نداره. در بازه آ تا بی بهت میگه مثلا سرعت متوسط رو به دست میاره، بازه شو بهت میده از آ تا بی، هیچ اشکالی نداره. مثل x2 منه x1 هست، این همون نقطه 2، این هم نقطه 1، h b منهای h a بر روی b منهای a، دلتا تیم دیگه، این تیمه، ورودی منه. در واقع اینجا من یه چیز دیگه اضافه میکنم، x2 t x1 t، اینجوری بهتر شد. همینو براش بنویس، انتها و ابتدای بازت رو بذار، اینجا هم به جای تی بذار و سرعت متوسطت به دست میاد. اما بعد سرعت لحظه هیچی کار میکنی، از معادله مکانت مشتق میگیری. بریم رو سوال بهت نشون بدم. جسمی را از سطح به طور عمودی پرتاب میکنی، میندازیمش بالا، جهت حرکت به طرف بالاست و جهت حرکت به طرف بالا رو مثبت در نظر میگیم. فرض کنید ارتفاع این جسم از سطح زمین در هر لحظه از این معادله به دست میاد، پس معادله مکانت اینه. مطلوب است سرعت متوسط در بازه 1 تا 2، بهت گفتم سرعت متوسط میشه اچ انتهای بازت منهای اچ ابتدای بازت، بر روی این تیا رو بذار 2 1 رو بذاریم پایین، اچ 2 چنده به دست بیار، میشه 2 به توان 2 = 4 ضرب در منفی 5 میشه منفی 20 علاوه 2 = 40 = 80. یه بار دیگه 2 رو بذار به جای تی میشه 2 2 = 4 2 به توان 2 رسید شد 4 ضرب در منفی 5 میشه منفی 20، 2 هم ضرب در 40 میشه مثبت 80، با هم جمع بشه میشه مثبت 60. اچ 1 هم به دست بیارم، 1 به توان 2 1 ضرب در منفی 5 میشه منفی 5، به اضافه 1 40 تا 40 تا میشه مثبت 35. پس وی بار من یا همون سرعت متوسط من میشه 60 منهای 35 بر روی 2 منهای 1 1، این چند میشه؟ 25 متر بر ثانیه، بر اسم متر بود دیگه. خب بریم سراغ سرعت لحظه. تابع مکان زمان من چی بود؟ منفی 5 تی 2 بله به 40 تی، منفی 5 تی 2 به اضافه 40 تی. سرعت لحظه ای میشه مشتق اچ، یعنی اچ پریمتی، این میشه سرعت لحظه ای من، میشه مشتق اینو بگیرم، مشتق تی دو میشه 2 تی، یه منفی 5 هم ضریب داره میشه منفی 10 تی، مشتق 40 تی هم میشه 40. یکم تمیزتر بنویسم. سرعت لحظه ای در لحظه تی مساوی 3 رو خواسته، وی 3 میشه منفی 10 برابر 3 به اضافه 40
میشه منفی 30 به اضافه 40 مثبت 10 متر بر ثانیه. سرعت لحظه ایمون در زمان تی مساوی 3 ثانیه 10 متر بر ثانیه خواهد بود. سوال خوب و مهمی ها، خیلی ساده بود و روتین هم هست، به همین شکل یادش بگیر. دوستان شرط مشتق پذیری تابع F در یک نقطه اینه: مشتق راست و مشتق چپ در اون نقطه با هم برابر باشند. خب بریم ببینیم سوال چیه، حتما در مورد مشتق پذیری میخواد صحبت کنه دیگه. با محاسبه مشتق راست و مشتق چپ تابع رسم شده مقابل، مشتق پذیری تابع رو در این نقطه بررسی کنید. نقطه یک و یک اینجاست، تابع من دو تیکه است، میتونم بیام تابع من به صورت دو ضابطه ای. خب دو ضابطه ای بنویسش، ببین میتونی بنویسیش. ایکس های بزرگتر مساوی صفر ضابطه شیه ایگرگ مساوی یک ایکس هم، ایکس های کوچکتر از صفر هم از این یک منظور میده، ایکس های کوچکتر از یک را هم تابع من یه تابع ثابته، ایگرگ مساوی یکه. اف پریم ایکس رو بریم به دست بیاریم، در این بازه مشتق چی میشه؟ یک ایکس هم، یک ایکس هم. خب من دیوار حسابش کنم. ببین اگر یو و وی دو تا عبارت باشن، مشتق این عبارت میشه یو پریم وی منهای وی پریم یو بر روی وی به توان دو. خب یک ایکس هم رو میخوام مشتقش رو به دست بیارم، مشتق صورت میشه صفر ضرب در ایکس منهای مشتق مخرج میشه یک ضرب در صورت بر روی x به توان دو. همیشه مشتق یک x اون میشه منفی یک بر روی x به توان دو. اینو به خاطر اصلا بسپرش. پس مشتق یک x اون شد منفی یک بر روی x به توان دو به ازای x های بزرگتر بزرگتر مساوی یک. مشتق یک هم یه عدد ثابته، مشتق عدد ثابت چی میشه؟ صفر. خب دیگه من اصلا نمیخواد چیزی بکنم، افریم ایکس رو به ازای اینا به دست آوردم. مشتق راست من، ببین تو نقطه آ گفته بود بیا بررسیش کن، یعنی تو نقطه ایکس مساوی یک گفته بود مشتق پذیری رو بررسی کن. مشتق راست نقطه یک من میشه چقدر؟ منفی یک بر روی ایکس به توان دو، به جای ایکسش بذاری یک، منفی یک بر روی یک به توان دو میشه منفی یک. مشتق چپ نقطه یک من چی میشه؟ چپ نقطه یک من از یک کیدر کمتر صفر. خب این دوتا الان با هم برابر نیستن که در نقطه یک، پس مشتق پذیر نیست. گرفتی چی شد؟ پس مشتق پذیر نیست. پس تابت چند ضابطه ای بود؟ ضابطه هاشو بنویس، مشتق هر کدوم رو در دامنه خودشون به دست بیار و اگر با هم برابر شد تابع تو اون نقطه مشتق پذیره، اگه برابر نشد مشتق پذیر نیست. حالا حواست به اون نقطه باشه، نقطه رو جایگذاری کن. ببین الان من جای ایکسش گذاشتم، این مشتقش بود به ازای اکسر بزرگ که مساوی یک، من اومدم یک رو جایگذاری کردم داخلش و مقدارش شد منفی یک. من قواعد مشتقگیری رو برات گذاشتم اینجا که اگر تابعت ثابت باشه مشتقش میشه صفر، تابعت به این شکل باشه مشتقشی میشه کای عدد سه، کای یک عدد، تمام رو برات گذاشتم، توابع رو همه رو برات گذاشتم و هیچی هم کم و کسر نیست. این هم مثل همون یوویوم میمونه. یه چند جمله تو صورت، یه چند جمله تو اخراج، میتونیم جفتشو هر کدومشو یه تابع در نظر بگیریم، هیچ فرقی نمی کنه. میبینی که جوابم همون در میاد.
اینا رو باید حفظ کنی و این چیزی نیست که من میخوام بهت یاد بدم. به خصوص مثلثاتی ها رو حتما حفظ کن و چند جمله یا اینا رو. یو یک چند جمله یه نمیم نیازه من جو بنویسم یا نه بنویسم. یو یک چند جمله یه میتونه چند تو جمله داشته باشه. میگه مشتق توابزی رو به دست بیاریم. ساده کردنم الزامی نیست، ساده نمیخواد بکنیش. آقا اینو بگیر اف ایکس، اینم بگیر جی ایکس. ایگرگ مساوی اف ایکس ضرب در جی ایکس، ایگرگ پریم مشتقش میشه اف پریم ایکس ضرب در جی ایکس به اضافه جی پریم ایکس ضرب در اف ایکس. مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی. مشتق میشه مشتق اف من الان چی میشه؟ یک مشتقش صفره، بلش کن. رادیکال سه ایکس مشتق رادیکال یو میشد یو پریم بر روی دو رادیکال یو، یعنی مشتق این تو صورت دو رادیکال یو هم تو مخرج. مشتق سه ایکس میشه سه بر روی دو رادیکال سه ایکس، دو برابر رادیکال یو. یک هم که مشتقش صفر بود. این از این، این از مشتق اف ایکس ضرب داره دو ایکس به توان سه منهای یک. به این جی ایکس دست نمیزنم، میبینی که اف پریم ایکس ضرب در جی ایکس. به علاوه حالا مشتق اینه که حساب بکنم دو ایکس سه چی میشه؟ ایکس به توان سه میشه سه ایکس دو. یه دونه دو هم پشتش داره، سه دو تا شیش تا شیش ایکس دو ضرب در مشتق جی پریم رو در واقع حساب کردم، حالا ضرب در اف ایکسش میکنم دیگه، به اف دست نمیزنم. طبق این فرمول میرم چلو. بیام سراغ اینجا. اینجا یه نکته مهم داره که همین الان میخوام بهت یاد بدم. اولین موضوع، وقتی توان داشته باشین، یعنی یو به توان این داشته باشیم، میخوام ازش مشتق بگیرم، میشه این توانش میاد پشت یو پریم، این یو رو مشتقشو میگیرم و یو به توان این منهای یک از توان اینش هم یک واحد کم میکنم. اینجا چی دارم؟ تانجانت به توان دو ایکس مشتق رو میخوام حساب کنم. مشتق این تیکه چون جمعه جدا جدا میتونم حساب کنم، ضرب کسی مشتق این تیکه میشه سه برابره. خب این همون یو به توان n هست، تانجانت به توان 2ه، توانش میاد پشت. در مشتق این عبارت تانجانت که میشه یک به علاوه تانجانت 2، یک به علاوه تانجانت x رو سایه میکنم ضرب در تانجانت x به توان 2 منهای 1 که میشه همون 1. یه باید یه بار خودت تمرین کنی ببینی مشتق کار میخواد، مشتق تمرین میخواد. همینجوری نمیتونی مشتق حساب کنی. یه سری نمونه سوال بذار جلوت، یه سری نمونه سوال پیدا کن که جوابم داشته باشه. نمونه سوال های امتحان نهایی زیاده، بشین مشتق ها همشون رو حل کن، ده سال بشین حل کن، چه ایرادی داره؟ بشین مشتق هاشون رو پیدا کن دیگه. پس توان دو میاد با این ضریبه ضرب میشه، مشتق تانجانت ایکس رو میگیرم میذارم اینجا، از توان تانجانت هم یکی کم میکنم. حالا اینجا توانش دو بود میشه دو منهای یک، سه بود میشه سه منهای یک دو، پنج بود میشه پنج منهای یک چهار. به علاوه مشتق کوسینوس ایکس به توان دو، ببین توان ایکس دقت باید بشه بهش، توان ایکسه، دو مال کوسینوس نیست. اگر مال کوسینوس بود اینجا میذاشتش، مال x به توان 2ه. در واقع الان انگار اینو دارم y مساوی کوسینوس u، y پریم میشه منفی u پریم سینوس u، u همین عبارت جلوشه. پس مشتق این میشه منفی مشتق x دو 2x
سینوس x بتوانه. تمام شد رفت. خب دوباره کسری دادم، اینو بگیر f، اینو بگیر g، میشه f پریم g منهای g پریم f بر روی g به توان 2. بریم سراغ مشتق طبق این فرمول. مشتق صورت میشه 2x منهای 3 ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج که میشه 5 ضرب در صورت بر روی 5x به توان 2. ساده کردن هم نیازی نداره. و اما بریم سراغ اکسترموم های مطلق. خیلی خوب به این موضوع دقت کن، خیلی خوب دقت کن که حتما ازش سوال داری از قسمت اکسترموم. سه تا مرحله برات گذاشتم. یک، مشتق تابع رو حساب کن افریم ایکس رو. مرحله بعدی، افریم ایکس رو حساب کردی برابر صفرش، صفر بذارش، ریشه هاشو به دست بگیر. کدوم ریشه هاشو میخوام؟ خوب دورش خط بکش، فقط ریشه هایی که توی بازه مورد نظر من قرار داره. پس فقط ریشه هایی که توی این تیکه قرار دارن رو من نیاز دارم. این ریشه هایی که در این بازه قرار داره به اضافه ابتدا و انتهای بازه من همون نقاط بحرانی من هستن. مقدار تابع رو به ازای همه اینا به دست میارم. بیشترین مقدار ماکسیموم و کمترین مقدارم مینیموم مطلقه. اینا میشن اکسترموم های مطلق. نگاه کن، اکسترموم های مطلق تابع اف ایکس رو در بازه منفی 1 تا 1 به دست بیار. آقا برو سراغ اف پریم ایکسش، مشتق رو به دست بیار. ایکس به توان 3 مشتقش میشه 3 ایکس 2، منفی 3 ایکس 2 مشتقش چی میشه؟ ایکس به توان 2 مشتقش میشه 2 ایکس. یه منفی 3 هم پشتش داره، منفی 3 ضرب در 2 میشه منفی 6 ایکس. مشتق یک هم میشه صفر. آقا اینو مساوی صفر بذار. خیلی راحت با این فاکتورگیری میتونی حلش کنی. نخواستی از دلتا برو، هیچ ایرادی هم نداره. از همون روش فرمولی از یه ایکس فاکتور بگیرم، از یه سه ایکس اصلا فاکتور میگیرم، چه کاریه توش مشترک هست. یه سه ایکس فاکتور بگیرم، از اولی یه دونه ایکس میمونه، از دومی منفی 2 میمونه. چجوری؟ 3 x x دو تا x داره تو هم ضرب میشه. 3 2 ضرب داره 3 x. کدوماش مشترک بود؟ یه 3 x. از این یه دونه x میمونه، منهای 2 مساوی 0. یا این صفره یا این صفره. برو سراغ بازه. x مساوی 2 در بازه من قرار نداره، بین منفی 1 تا 1 نیست، پس این غیر قابل قبوله، به درد من نمیخوره. این صفر بین منفی 1 تا 1 هست، پس نقاط بحرانی من یکی منفی 1، یکی 1، یکی هم x مساوی 0. به ازای همه اینها میرم مقدار تابم رو به دست میارم. میشه منفی 1 به توان 3. بذار داخل تابت، داخل تابع بذار، یا نه داخل مشتق بذاری، داخل خود تابع بذار. مقدار تابع رو بخوام به دست بیارم، ببینم کدومش بیشترین مقدار یعنی ماکسیمومه و کدومش کمترین مقداره. منفی 1 به توان 3 منهای 3 برابر منفی 1 به توان 2 اضافه 1. منفی 1 به توان 3 میشه منفی 1، توان فرد باشه همون منفی باقی میمونه. منفی 1 به توان 2 میشه مثبت 1، ضرب در منفی 3 میشه همون منفی 3. یه علاوه 1 هم اینجا دارم. منفی 1 منهای 3 میشه منفی 4، علاوه 1 منفی 3. بریم سراغ 1. 1 به توان 3 منهای 3 برابر 1 به توان 2 به اضافه 1. 1 به توان 3 میشه 1 منهای 3 علاوه 1 میشه منفی 1. 0 به توان 3 منهای 3 برابر 0 به توان 2 علاوه 1.
اون که کلا میشه صفر، یه دونه یک میمونه. کمترینش کدومه؟ منفی 3 میشه مینیمم، مینیمم مطلق. بیشترینش کدومه؟ ماکسیمم مطلق. به همین سادگی. و اما بری سراغ نکات طلایی سوال 16. آقا یه نقطه دارم داره بهم میگه این نقطه عطف نقطه عطف تابع fx منه. حالا تابع fx من داخلش یه سری ضرایب مجهول داره، میخوام مجهولا رو به دست بیارم. یک، این نقطه‌ای که بهم گفته نقطه عطف تابع است باید در تابع صدق کنه، یعنی به جای x هاش x صفر میذارم، به جای y‌ش هم y صفر میذارم. این یکی. نقطه دوم، چون نقطه عطفه پس مشتق دوم تابع در این نقطه برابر صفر. مشتق دوم تابع رو به دست میارم، یعنی f'ه، f'زگوند x صفر، f'زگوند یعنی مشتق دوم در نقطه x صفر برابر صفر میشه. بریم نگاه کنیم ببینیم سوال چی داده. اگر نقطه آ نقطه عطف باشه، خوب گوش کن، اگه نقطه آ نقطه عطف باشه، یک در تابع صدق میکند. چی در تابع صدق میکنه؟ نقطه آ. پس یعنی F منفی یک باید بشه یک، پس به جای ایکساش میذارم منفی یک، منفی یک به توان سه، به علاوه آ برابر منفی یک به توان دو، به علاوه بی برابر منفی یک منهای یک، باید برابری کنه با یک. ایرگش هم میذارم منفی یک به توان سه میشه همون منفی یک، منفی یک به توان دو میشه مثبت یک، ضرب در آ میشه به علاوه آ، منهای یک برابر بی، منهای یک مساوی یک. منفی یک منهای یک میشه منفی دو، بره اونور میشه مثبت دو، با یک جمع میشه میشه سه، پس آی منهای بی میشه سه. دو، مشتق دوم تابع رو به دست بیاریم. مشتق دوم یهو نمیتونم به دستش بیارم که، میرم سراغ مشتق اول. اول مشتق اول رو به دست میارم میشه 3x به توان 2 به علاوه 2ax به اضافه b. مشتق دوم چی میشه؟ دوباره از این یه مشتق بگیرم، از مشتق اولم یه مشتق دیگه بگیرم میشه مشتق دوم. x به توان 2 مشتقش میشه 2x، یه 3 هم پشتشه، 2 3 تا 6x. 2ax مشتقش میشه 2a. من بهت گفتم وقتی نقطه آی من نقطه عطف هست، پس اگر طولش رو به مشتق دوم بدم باید صفر بشه، پس یعنی اف زگوند یک باید بشه صفر. طولش یک بود دیگه، طولش منفی یک بود، خوب شد چک کردیم، اف زگوند منفی یک باید بشه صفر، میشه 6 برابر منفی یک به اضافه 2a مساوی صفر، میشه منفی 6 به علاوه 2a مساوی صفر، 2a مساوی منفی 6 بره اونور میشه مثبت 6، a مساوی 6 دوم، 2 میاد زیرش، پس a من شد 3. از طرفی اینجا یک رابطه به دست آورده بودم، a منهای b مساوی 3 شد، آی منهای بی من مساوی 3 شد، آ رو مقدارشو بذار به جا آ میذارم 3، 3 منهای بی مساوی 3، در نتیجه 3 رو بیار اینور میشه منفی 3، منفی بی رو ببر اونور میشه مثبت بی، 3 منهای 3 میشه 0 مساوی بی، پس بی من مقدارش 0. این هم هست و تمام. خب هر چی نیاز داشتی برات برداشتم و بردم، سعی کردم نکات رو به صورت خلاصه بیارم جوری که سوال رو تغییر دادم تو بتونی حل کنی. دیگه همه چیز به خودت بستگی داره، هر سوالی هم که داشتی میتونی کامنت بذاری. امیدوارم که
مفید بوده باشه این ویدیوها و تمام تلاشمون رو براتون کردیم. پر انرژی باش، استرس هم نداشته باش، برای به دست آوردن نمرت تو این شرایط سخت باید بجنگی، دیگه خودت میدونی من همه جوره کنارت هستم، تیم ما همه جوره کنارت هستیم، دیگه خودت باید یه خودی نشون بدی. حله، خیلی مخلصیم آقا، خسته نباشید. خرداد 99 تو ویدیوی بعدی براتون حل میکنم. ارادت. من واسه این کار زاده شدم، من این بار آماده شدم، من واسه این کار ساخته شدم.